درود دوستان، اینجا خراسان شمالی، شهرستان مانو و سمرغان، روستای زوی اولیا. دوستان اینجا روستای بسیار خوب، هوای پاک، آبشار بسیار عالی و هوای دلنشین. پیشنهاد میکنم از این روستا دیدن فرمایید. این هم آبشار تقدیم شما. بگیرید آبشار هم این آبشارهای زیباشه، یک مسیر خیلی بک، خیلی عالی. پیشنهاد میکنم حتما تشریف بیارید. محل آبگیری تراکتور، ببین دقیق تنظیم کرد، حالا داخل تانکر میریزه. چقدر دقیق. اینجا روستای زوی اولیا. دوستان حتما بیاین از اینجا دیدن کنین، بسیار فضای خوب و دلنشینی داره. ببین آب به راحتی میاد داخل تانکر میریزه و برای استفاده دام از این تانکر را استفاده میکنن. اینجا زوی اولیاست. شوق و ذوق بچه ها داخل آب چه حس حال خوبی داره، واقعا خوش به حالشون. عجب آب روان و پاک و تمیز و زلالیه. سلام دوستان گرامی، امروز اومدیم در دل طبیعت روستای زیبای زوی اولیا. میخوایم یک غذای خوشمزه داخل آتیش درست کنیم. همراه من باشین تا آموزش لازم خدمت شما بدم. یک مرغ گمگذار گرفتیم که این همش میخوایم داخل فویل بذاریم و فویل هم داخل آتیش به مدت دو ساعت میذاریم که انشالله یک غذای خوبی بشه با هم بخوریم. از دیشب مرغمان مزه دار کردیم، فلفل زدیم، پیاز زدیم و چیزایی که خودتون دوست دارین مزه دارش بکنین. وقتی مزه دار شد میارین. البته مرغ کامل بود، حالا چون جا نداشتیم نصف کردیم. کل مرغ رو داخل فویل میذاریم و شکمش با پیاز، با ادویجات، با هر چیزی که دارین میتونین پرش کنین و مزه دارش کنین.
خب اینه مرتب داخل فویل میپیچیم. یک لایه از این زاویه و یک لایه هم از این زاویه. خب دوستان حالا آتیش ما آماده است. یک مقدار زغال زیر مرغمون قرار میدیم و مابقی زغال ها رو انتقال میدیم روی مرغ به همراه مقداری چوب خشک و چوب های ریز باشه که اوایلی که ما مرغ داخل آتیش میخواییم قرار بدیم در حد 20 دقیقه نیم ساعت میتونیم یک آتیش کوچیکی روش داشته باشیم تا اون آب مرغ خشک بشه، ولی بعد از اون حتما باید زغال باشه یا چوبهایی که قرار میدیم روش به حالت دود کردن باشه، یک گرما تولید بکنه. باید حواستون باشه که آتیش زیاد نباشه، خدای نکرده مرغتون نسوزه. البته این زمان میتونین از 1.5 ساعت تا 2 ساعت در نظر بگیرین، بستگی داره که شما چقدر تجربه داشتین. بار اول شاید یک مقدار اشتباه کنیم، ولی از بار دوم هم زمان دستتون میاد هم مقدار آتیش روش. خب یه الان آماده شده، حالا میخوام از زیر زغال در بیاریم. حدود 1.5 ساعت گذاشتیم زیر زغال که انشاءالله. خب بریم که باز کنیم. دوستان ادامه مسیر اومدیم، به سرچشمه روستای زوی اولیا رسیدیم که بسیار سرچشمه خوبیه که تمام آب این مسیر از اینجاها خارج میشه. همینطور که ملاحظه میکنین از دل کوه، از دل سنگ این آب میاد بیرون که مطمئنن یکی از تمیزترین و پاکترین آبایی که از این آبا میشه استفاده بکنین. آب روستا هم از همین آب لوله کشی رفته. این لوله‌ای که ملاحظه می‌کنیم از اینجا خارج شده مستقیما میره برای استفاده روستای زوی اولیا. خیلی جای خوبیه و رودخانه رو هم کاملا با سنگ چیدن و مسیر شنا برای همه عزیزان دوستان و عزیزان درست کردن که اینجا زن و مرد و آقایون و خانما همه شنا میکنن. این مسیر همچنان ادامه داره، همراه ما باشید تا بریم بالا ببینیم. هی مسیر قشنگتر و زیباتر میشه. ببینید هر کسی در یک نقطه مشغول عکس گرفتن و فیلم گرفتن یا شنا کردن هست. 100% این مسیر رو بیایید دوستان، واقعا زیبا قشنگ خاک و بکر. بسیار آب خنک و سردی هم از سلام من خوردم. ببین هر کسی از این مسیر رد میشه باید از این آب بخوره، چون واقعا دلنشینه این آب، واقعا دلنشینه. از هر نقطه کوه میبینیم که آب میاد بیرون، چه آبی ماست. لذت و تفریح عزیزان زمان شنا چه حس خوبی به آدم میده.
اینم مسیر آب، یک بار دیگه بریم این مسیر چه آب خوشیده، واقعا آب تمیز و پاک. ما اینجاست که به قدرت خدا آدم پی میبره که از دل این سنگ ها چه آبی، از کجا این آب سرازیر میشه، سرچشمه میگیره، میاد از اونجا میاد به رودخانه وارد میشه.